گفتین کی قراره بریم؟ برای ماه دیگه بلیت گرفتم خانم دکتر. به نظر من بهتره که پروازتون رو موکول کنیم به بعد از زایمان. پرواز طولانی، اونم تو ماه آخر زایمان اصلا به سلام هست. دیدی گفتم. ولی خانم دکتر، شوهرم دلش میخواد بچه اونجا به دنیا بیا. ببینم ای سالم نمیخواینش؟ خب معلومه خانم دکتر، ما همه همون میخواییم پسرمون سالم باشه. امشب بهشون زنگ میزنم و اطلاع میدم. ضمناً میگم پروازش هم عقب افتاده. بفرم. چکرم. خواهیش. بعدی لطفا. بفرمین شما. خسته نباشید. سلامت باشید. امروز میخواییم راجع به یک مسئله خیلی 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 مهم صحبت کنیم که هم برای ما خیلی مهمه، هم برای مادرامون، هم برای پدرامون. امروز میخواییم راجع به بیمه صحبت کنیم. خواهیش. کات. ببخشید، من واقعا معذرت. علی یه لحظه گوشید. ببخشید. کره خر، آخه این وقت زنگ زدنه؟ وسط کار. چی؟ الهی من قربونش برم. آره من با فکر میکنی کجا داریم فیلم برداری میکنیم؟ همون پاساژی که میخواستم خرید کنم. خب چی کار کنم؟ من باید خرید میکردم، من باید ساعت 5 به تو میرسیدم دیگه. نه بابا 8 اونجا باشیم خوبه. علمی ببین اینا دارن منو میخورن، 10 دیگه پخش زنده داریم. چرا پدرام خودش ماشینشو نیاورد؟ خب ماشینش نمیبره. آژانس بگیریم پولشو من میدم. حالا شما فعلا تلفن تو جواب بده. نمیخواد، میره رو انسرینگ. ببین اگه میتونی ساعت 7 ماشینو برگردونی بردار ببر. مامان من امشب ماشینو میخوام. خب نمیخوای بدی بگو نبر دیگه. قربون اون گوشای قشنگت برم که هر چی رو دلش بخواد میشنوه، هر چی رو نخواد نمیشنوه. من که 10 بهت گفتم من از 8 شب تا 6 صبح آن کالم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه هر لحظه ماشین رو احتیاج داشته باشم. طبیعتاً یه همچین وقتی نمیتونم منتظر ماشین بشم، چون از شانس بعد ما هر چی بچه‌ست یه همچین وقتی دنیا میاد. نخواستیم بابا جون، اینم سوئیچت. قهر نکن خوشتی. سه شنبه جایی قرار نذار، شام مهمونیم. دیر نکنی ها. ببخشید. من حاضرم. احتمالا ممکنه خیلی از شماها ندونین که اصلا بیمه یعنی چی و چه نقش مهمی تو زندگی ما بازی میکنه. واسه همینم الان خانم مدیر گروه رپورتاج آماده است آقای نصری. تو بدم توی شهر و بین مردم تو از اون گروه رپورتاج آماده فینال 4 3 2 1 برو. حالا سلام آقا پسر. اسم من ریزه میزه است. اسم تو چیه؟ نمیگی؟ تو میدونی بیمه یعنی چی؟ نه؟ یعنی مامان بابا به تو نگفتن بیمه چیه؟ برای اشکال نداره، من و خاله محصر امروز باید میگیم بیمه چیه. خب؟ کدوم ننه بابا خانم؟ این طفلی تازه داشت یادش میرفت، بیکاری یادش میندازی؟ کسی دیگه ای پیدا نکردی باش حرف بزنی؟ ننه باباش تو تصادف مردن. اینا رو برای چی میگیری؟ ببخشید میشه لطفا اسمتون رو بگین؟ اسمم مملکته، به هم میگم مملکت خانم. کارم هم رانندگی این لکنته. چه جالب. میدونین امروز روز چیه؟ نه والا. امروز روز بیمه است. من و این ریزه میزه میخواستیم با اتون در مورد بیمه های مختلف صحبت کنیم، مثلا بیمه عمر. بیمه عمر چه به دردمون میخوره؟ برای آینده بچه هاتون، نوه هاتون. اول اندش که نه من بچه دارم نه نوه. دوم اندش که من این بچه و این اصغر قاطر هممون بیمه ارحمن راهمینی، اونم خودش با بزرگیش نگمون میداره. صدا بسست.
کمرای دو آماده، میایم تو استودیو. 3 2 1. آقای ناصری، آقای ناصری. آخ ببخشید. حیف که تخصص اجازه نمیده خانم. اگر نمی اومدم مطب جای مریض وقت میگرفتم. الو خانم دکتر، بازم نیست. سلام، ببخشید. اگر موزم تشریف نداریم من موزم ایتون نشدم. نه، امیر با هم بود، نمیتونستم جواب بدم. هنوز وقتش نشده؟ چرا؟ سه‌شنبه قرار شام داریم، بهش میگم. همچنان مطمئنی که من نیام بهتره؟ باور کن داروش جان، نمیخوام ناراحتت کنم، ولی فکر میکنم خودم بهش بگم بهتره. اون شرم خدا دارم. سعیمو میکنم، تمام سعیمو میکنم. راستی گلات خیلی قشنگه، قشنگتر از همیشه. سلام آقای ناصری. مصاحبتون خیلی جالب بود، مثل همیشه. خیلی ممنون. فکر کنم قرار ناهارمون کم کم داره میشه عصرونه ها. ای وای، منم برای همین زنگ زدم. میخواین کنسلش کنی؟ نه خدا نکنه. تا 20 دقیقه که من جلو رستورانم. یه رب دیگه. باشه چشم، خدافظ. خدافظ. مرسی. فکر میکنی اینجوری بهتر میشه؟ هرچی باشه بدتر از قبل نیست. تو فکر میکنی تو این جهنم بیدر و پیکر میتونی تنهایی مواظب دخترت باشی؟ به خصوص با این گرفتاریایی که واسه خودت درست کردی. به جای اینکه به فکر شادی باشی، داری با نگار لجبازی میکنی. دادگاه اذانتشو به من داده. قلبشو به کی داده؟ به تو؟ به نگار؟ یا اینکه پاره پاره کرده بینتون؟ اون هنوز 18 سالش هم نشده. شوهر نده نادر. من شعار میدم یه تو که 30 ساله نمیخوای بفهمی که زمان فرق کرده. فرق نکرده، زیر و رو شده. آره تو خوب فهمیدی، قطر شکمت نشون میده تو هم شده اینها خواهرت. تا اون وقتی که سفر دبی و ترکیه بود من بودم شوهر ایدار، اما حالا که مشکلات اومده شدم کله شق و نفهم و بیشعوری که نمیدونه اطرافش چی میگذره. من نیومدم با تو دعوا کنم حمید، نیومدم از خواهرم دفاع کنم، نیومدم واسطه بین تو و نگار بشم. اگه بچه نداشتین منم بهتون توصیه میکردم هر چه زودتر تمومش کنین بره، ولی شادی اون بچه رو نابود میکنین شما دوتو. نگار که بره هم براش پدر میشم هم مادر. تو این مادت اصلا نذاشته بود که من با دخترم رفیق بشم، حرف بزنیم، درد دل کنیم. یه دختر تازه بالغ چی داره که به تو بگه؟ اون بیشتر از هر چیز به مادر احتیاج داره. تنها من نبودم که خرابش کردم. نگار امشب ساعت 10 پرواز داره، از خر شیطون بیا پایین، این آخری فرصته. گوش کن حمید، نگار تو دلش راضی به رفتن نیست، ولی اگه بره پاش که به کانادا برسه دیگه همه چی تموم شده. وکیل زبده مجانی در اختیارشه، 6 ماه نشده شادی رو ازت گرفته. باقبین باش مرد، اگه نگار بره شادی هم نمیخواد اینجا بمونه. فکر میکنی با یه حکم هزانت دادگاه تا کی میتونی اینجا زندانیش کنی؟ اول من زندانبانش نیستم، پدرشم. ثانیاً مطمئناً بهتر از خواهرت میتونم از دخترم مراقبت کنم. ثالثاً تا نیم ساعت دیگه باید توی جلسه اعصاب خرد کنه تصفیه حساب باشم، بنابراین احتیاج به اعصاب آروم دارم. پس ممنون از نهارت. خواهش میکنم حمید، پا بذار روی غرور سگ مصب. ما ساعت 8 شب میریم فرودگاه، این آخرین فرصته، حتما بیا، نذار دیر بشه. خدافظ. بگیر ایسا، ایسا بگیر ببینم نیفته. شب ساعت 8:30 همینجا میام دنبالت. خب برو مواظب باش. ایسا ایسا وایسا.
داشت یادم میرفت، حواس ندارم. این ناهاره تو مواظب باش اینا نیفته، شامم با هم میخوریم. تو شبم که شد این ژاکتی تو به پوش سرما نخوری. برو برو مواظب باش، مواظب خیابون باش. آره تموم شد 5 سال انتظار، تموم شد 5 سال دلتنگی، تموم شد تموم شد تموم شد تموم شد. چی شده؟ بالاخره بهش گفتم ماما. دلم رفت، قبول کرد. قبول کرد، باورت میشه؟ بعد از پنج سال. بیا امشب جشن داریم، جشن. اپیدمیولوژی جمعیت و حرکات جمعیتی رو واسه تون توضیح دادم، سیاست های جمعیتی رو واسه تون تعریف کردم. حالا رسیدیم به کجا؟ تنظیم خانواده. پس تنظیم خانواده. تنظیم خانواده یعنی چی؟ یعنی اجتناب از بارداری های ناخواسته و برنامه ریزی نشده. بچه فقط یک موجود زنده نیست که به دنیا بیاد، همراه باهاش یک دنیا وظایف و مسئولیت هایی هست که بعضی هاش به عهده میزن. چیکار میکنی پدرو؟ سویچ تو برمیدارم، جایی که نمیری. چیه؟ فقط ماشین من سالم مونده؟ دیگر تو برم، مواظبم. بابا تو خونه منتظره دیگه، بری کمکش کنی، اوقاتش تلخ میشه ها. یه جوری راسترسش کن که تلخ نشه، که استادی قربونت برم. با عزت یکی همی هم مایه برداشتم که اجالتا بیشام نمونیم. پدرو قربونت برم که اینقدر چیز فهمی. بیا همش مال تو. الکس سلام. سلام ماما. سلام. اون نفیر دربون جهنم هم خاموش کن. سلام رفت. میگم اگه بچت اونور به دنیا میومد برای اقامتت خیلی بهتر بودا. آره منصورم همینو میگه. این مامان بی خودی نگرانه. مادر دیگه، برای اون یه روزم بیشتر اینجا باشی یه روزه. تازه میخواد نوشم ببینه. وای بهناز بسه، چقدر فس فس میکنی آخه، حرف نداری، عالیش. دست پاچم نکن. بسه بابا این بهتر نمیشه. بیا بهناز، این خریدم برای بالای تخت شازده پسر، بذار تو وسایلش. نه تو رو خدا ماما، تال 6 تا چمدون سیسمونیش شده. آخه اینا رو چطوری ببرم؟ فکر میکنی اونجا از اینجور چیزا پیدا نمیشه؟ حالا کوتا بری، نخواستی نبر. بی ادب، آدم دست مادرشو که رد نمیکنه، اونم چیز نه خوشگلی. این مادر باید طلا گرفت. اصلا خودم میبرم میزنم بالای تختم. الهی من قربون تو مامانیم بشم. آخرین آماره کشته های زمین لرزه این شهرستان را 450. همراهت خاموشه. وزیر کشور نیز امروز خونه ای همید. میدونم خونه ای. ما کم کم داریم راه میفتیم. خونه ای بابا که نیومدی. حداقل بیا فرودگاه. چند دقیقه پیش که رفته بودم تو اتاق خواب مامان، دیدم شادی عکس تو نگارو بغل کرده و گریه میکنه. خواب
خواهش میکنم حمید، اگه هنوز برای دوستی 35 سالمون ارزشی قائلی، ازت تقاضا میکنم بیای. بیا فرودگاه حمید، هنوز وقت هست، به دخترت فکر کن. الو الو، گوشی رو بردار. مرتیکه پوفیوز گوشی رو بر نمیداره. نبیدم مامانیم ناراحته. تو آخه من دق میکنم خدا نکنه قربونه بهناز بودو اومدم بابا. دخترا شب دیر نیاینا. خب مادر بزرگ، من یه مرد خیلی خیلی بزرگم، خودم مواظبشون هستم. هر وقت وقت استراحت شد اقل اگر میزنم زودی پاشم بیا. خیلی خوب. خدا به خدا خدا نگهدار. الو حمید، الو الو نادر، نادر الو، صدا نمیاد. تریپی پایه امشب دیزی و موسیقی سنتی یا تکنو پارتی و سوسول بازی؟ نکن بابا که نریزه با کراوان خره عد مشهدی که نیست. چطه امشب قهوه‌ای میزنی؟ من چیزی نیست. چون این گذیر دیالت خوشه باست رفتی رو هوا؟ نه مرگ تو، من این کارا به مرگ امه. خب حالا میخوام ببرم امشب یه جایی که حالشو ببریم. نگفتم سلام آقای نصری. سلام، حال شما خوبه؟ بله خوبم. راستش کاری نداشتم، فقط میخواستم حالتونو بپرسم. من حالم خوبه. خب دیگه یعنی راستش کمی نگرانتون شده بودم، حالا رسیدین اونجا پس با من یه تماس بگیری. همین؟ بله همین. دیگه مزاحمتون نمیشم، خداحافظ شما. رانندگان رو به کتیبایی و رعایت حق سفر مورد اعتماد برخی از شهروندان ترافیک سنگین را بدهید. الو حمید، صدات نمیاد. حمید صدات نمیاد. واسه چی آخه؟
اگر دیدیم دو ساعت پیش بود. تو این فاصله شما 4 بار زنگ زدیم. اینجوری پول تلفنتون خیلی زیاد میشه. فدای سرتون. ولی قرار نیست از الان اینجوری ول خرجی کنین. چشم. هر وقت شما بگید تماس میگیرم. هفته ای یه بار. هفته یه بار خیلی کمه. مگه نگفتین هرچی من بگم؟ خب آره، هرچی شما بگید. پس بای بای. خدا الهی پسر رو چیز خورش کردی. دلم برای آیندهش میسوزه. زهر مار مای من چمه؟ یک کن یه تک پسر عزیز دردونه. پیر پسر خر شده ملنگ احساساتی بگو دیگه. تازه بهش اضافه کن 4 تا خرزن آتیش پاره. چی میشه؟ کار داره میکنم؟ اونجا نگه زارم رچ بچه زارم از میخوای بیخیار برم یه امشب چه؟ نه بابا احنا یه اوتوبان اختصاصی میزنم بسن حال شو بری یا با علفی این دختره که اوتوبان تو بستن که نماغش دارم بسن شما برو بابا رفتم دارم بسا شده شیطه تا بده پایین بس این تنت میخوره بچه سوسو میخوای بیا چی نگو بجا ببخشی شما چرا افتادی پس؟ آخه بچه چه قشی هم کرد چی شده؟ 206 نقره ای هست کنم خود گیر بده ای
محکم بشه. غلط کردم من نگانده بخواه من دلچگره نریزت من بده پایین شیشه رو بده پایین شیشه رو بابا تو هم شیشه ده بده پایین با تو هم شیشه ده بکش پایین ببینم چی میگه این بچه قرتی شیشه رو بده پایین بل کن دیگه من اصلا لات و لوت هم لات و لوت چی؟ از این بچه سوسول بنگیان تو فقط محکم بشین مراقب بار شیشه باش پدرام بریم پایین شاید زنده باشم بریم امی بریم امیر جان خوابی ماما که
همزمان از شمال وارد کشور میشه. امیر جان، امیر، بلند شما در پشت دانشکده دیر میشه، مگه نمیخوای بری؟ ما یک گزارش ویژه داریم مثل شبیه برمی چته؟ حالت خوب نیست؟ چرا خوبه؟ الان میام. اما گاهی چیزایی اتفاق میفته اینقدر سنگین و دردناک باشه چه ته کسلی خوشتی؟ دیشب خوب نخوابیدی؟ در یک قفلت جوانانه فکر کردم دیر میای. آخه خودت گفته بودی میخوای با پدرام برین دوتایی تا حسن نمشتم چیه؟ هنوز به خاطر ماشین دلخوری؟ نه پس چی؟ گزارش پلیس رو در این باره ببینید راننده در جا مرده بود و یکیشون هم حامله بود، فقط تونستیم بچهش نجات بدیم. ماندن سایه دلخراش در سوبه یکی از بهترین همکاران نشسته، کسی که شما هم احتمالاً خوب میشناخته باشید، و صدا و تصویر دلنشینش رو بارها در برنامه کودکانمون دیده بودید و دیده بودید که با هنر عروسک گردونیش چگونه کوچک و بزرگ رو مسحور خودش کرد. یاد خاطره همکار عزیزم خانم مهسا رحمانی گرامی در به این مصیبت بزرگ رو بخواهید. داشتم میرفتم، یه دفعه دیدم از آسمون از اون بالا افتاد جلوی من، اصلا مسیر خودم رو داشتم میرفتم، از اون بالا افتاد، یه ماشین افتاد جلوی ماشین. درست ندیدمشون، دو تا جوون بودن، یکیشون ماهی دنبه اسبی داشت، این بچه دیدتشون. چطور پسر جون، شما اون دو تا جوون رو دیدی؟ شما اونا رو دیدی؟ میشه به ما بگی شما اون دو تا جوون رو دیدی؟ عزیز من چرا داد میزنی؟ خودت میدونی این چند روز تو چه مخمصه‌ای گرفتار شده بودم. حالا اجازه بده، حالا من به قول میدم نهایتش تا آخر این ماه چکت پاس بشه. چرا شرخر؟ ما که با هم حرف زده بودیم. الو 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 گندت بزنن. سلام. ساعت 8 کلاس اضافه برامون گذاشته بودن. یه ساعت پیش که زنگ زدن فقط سرایدار مونده بود، کافی شاپ بودیم با دوستان. جرمه؟ خوشم نمیاد بهم دروغ بگی. پس ازم سوال نکنید. فقط مامان تقداش ازت سوال کنه؟ مامان سوال نمی کرد، هرچی لازم بود خودم بهش می گفتم. لازم از نظر کی؟ جواب نداشت؟ می خوام بشینیم و مثل بچه آدم با هم حرف بزنیم. این اسمش حرف زدن نیست، دستور دادنه. خب بیا حرف بزن. درباره چی؟
هرچی خودت برنامه هامو برنامه؟ مثلا فردا شب بگو چی کار کنم. فردا شب دعوتم، تولد نیرواناست. نیروانا؟ من میشناسمش. گمون نکنم از بچه های کلاسه. پس بیا برنامه بهتر بذاریم، دوتایی با هم. اما من بهش قول دادم برم، همه بچه های کلاسم هستن. مهم نیست، یه بهانه جور کن. آخه چرا؟ من قرار اونجا چی بشه؟ با من بحث نکن شادی، خودت میدونی دوست ندارم تنهایی بری جایی که نمیدونم چه جور آدمایی اونجا. اما من 18 سالمه، تا کی بعد سر هر چیز کوچیکی قبلش اجازه بگیرم؟ تا وقتی که بری خونه شوهرت. یعنی سپردنم به قیم بعدی. اگه اصلا نخوام ازدواج کنم چی؟ درسای مامانت به من تحویل نده. یاد باشه اون رفت، آزادیاشم با خودش برد. با تو دارم حرف میزنم. گوشی رو بردار. الو. میدونم خونه ای. نمیخوای جواب بدی. الو. گوشی رو بردار. بفرم. بفرم استن. بفرم. برای بدهش بخورم. گلگاف زبون آقای ناصری آرومتون میکنه. بفهم. چرا گذاشتی بشینه؟ از حریفش نشدی؟ من که جانشین فرستاده بودم. نمیخواد باور کنه، خدا واسه هیچکی نیاره. شاید بشه به حضرت حافظ همون وضعیت بی‌مسئولیتی در اجتماع حالا من فکر می‌کنم که بشه در این مورد به من آقای ناصری وقت اخباره شناختی که شما دارید از این استاد سخن. بله خیلی خوبه شما کردین. حافظ در ارتباط با بی‌مسئولیتی و عدم شایسته سالاری حرف‌های زیادی داره. چیکار داری می‌کنی؟ آقا یه دو تنه کنید لطفا. بخور یخ کرد. حالا تقصیر ما چه که طرف حامله بوده خودش منحرف شد. من جایش شامتون نخوری اونا زنده میشن؟ یه غلطی کردیم تموم شد ره فهمین راحتی. نه بیا سختش کنیم، بریم خودمونو معرفی کنیم، زنده میشن. به مردش هستی آخه. تو خل شدی؟ گو بزنیم بزنیمون که چی بشه؟ فکر میکنی نریم پیدامون نمیکنن؟ یعنی نوشته بودن یه دیگه نقره که راننده شم دوم وصفی داشته؟ پس یه بچه جغله گلف فروش رو باور نمی کنن. اگه پسر شما رو ماشین برداشته باشه چی؟ ها؟ اگه فردا جلو ماشین مامان تو بگیرن؟ اگه بخوان تمومه اگه چی؟ بالاخره ما نفهمیم تو میترسی گیر بیفتی یا میخوای بری خودتون رو بدی؟ به خدا منم هزار جور فکر و خیال دارم، اما تقصیر ما نبود. شاید اگه مامان حرف شده بودیم الان اونا داشتن این فکر رو میکردن. اونا گناهی نداشتن. مگه ما داشتیم؟ تو چی فکر کردی؟ فکر کردی من خودم دستی دستی میخوام بزنم تو هچل؟ تو اینمونی میدونستم دختره نمیتونه ماشین کنترل کنه؟ اصلا چه میدونم شاید ترمز بریده بود. ما فرار کردیم. راهی نداشتیم. آقا؟ ببین امیر، نمیخوام ناراحتت کنم، اتفاقی که افتاده اصلا اینجوری فکر کن که چرا فکر کنی وضع اون از ما بدتره؟ اگه ما مرده بودیم شاید اون دنیا داشتیم خوش خورم حالشو میبردیم. چندان داشتیم انشالله تا 15 روز دیگه بچه رو میبرین خونه. مگه نخونیم با بریم؟ بله انشالله.
خدا ذلیلشو کنید، ما رو به این روز انداختن. انقدر سخت نگیر، اگه مامانت وکیل گرفته کارت درست میشه. صبح که باش حرف میزدم همچین خیلی هم امیدوار نبود. فعلا که گیر دادن به عربا و ایرونیا. سخرن خدا یه بارم صدای ما رو شنیده. اه نمیدونی تحمله چقدر سخته با اون گیرای سپیچه بابا. باید قلقش رو پیدا کنی دیگه، همشون خیال میکنن عقل کلن ولی هر کدومشون یه قلقی داره. بابای من از اون قفله یکی هیچ کلیدی بهش نمیخوره. احتمالاً از اونایی که یه روز میخواستن جهان رو تغییر بدن، حالا که زورشون نرسیده تلافیش سر زن و بچه خودشون در میاره. به چه چیزایی نام دلش ما خوش بوده ها؟ خوش بالا ما که دلمون به هیچی خوش نیست. پاشو بریم. به این زودی؟ آره بابا میگه ریختن تو پاساژ دارن همه رو میگیرن. گندش بزنم. انگار امروز همه جا همینطوریه. حالا مجبورم برم سر کلاس تا غروب چرت بزنم. اگه بخوای میتونی بیای خونه ما. خونه شما؟ آره مامان اینام نیستن تا شب کسی خونه اون نیست. بریم. یک کلمه گفتم نه یعنی نه. چرا آخه؟ دوست نداری من برم دانشگاه؟ خر خودتی بابا، اون همه معلم خصوصی و کلاس تقویتی و کنکور و اینو ببین و اونو ببین و کوفت و زهر مار با سر اولاغی گرفته بودم این مملکت پروفسور فارغ التحصیل میشه. تو این خراب شده قبولم شده بودم نمیرفتم دانشگاه. لیاقتت همینه اصلا، تو رو چه به دانشگاه؟ این دانشگاه عرضه داری؟ واسه یه کاری یاد بگی؟ فردا روزی که من نبودم این دستت به اون دستت نگه. لا اله الا الله. سلام آجا. سلام. چیه؟ آجا این تک بزن برگشت خور. و خیلی میگن آبروداره تحصیل کردن بهش مهلت بده. آقا تا کی؟ فردا اول وقت میری بانک پشت ویسی ابطال میکنی، از اونجا هم سر راد میری پیش غلام جباری، اون بلده که جوری پول کنه. باشی چشم. چرا مادر جون؟ چرا روز و شب نداری؟ نونت کمه، آبت کمه، آخه چته؟ شما که همش فکر روزه که تو نون و آبه. پس چیه ها؟ راست میگه بابا تا موقعی که همطور داری ویرویل میگردی مرد زندگی نمیشی. امروز هم زریتینا میان اینجا، فریبا هم هست، تو هم باید حتما باشی. بکن مامان تو که بابا هم پرتری. یعنی چی؟ چیزی شده پتران؟ راستشو بگو کاری کردی؟ بابا خریت کردم، اوزام زایه است. اون وقت تو بابا هی میبرین هی میدوزین. چی شده؟ من که زهرم رفت. خب بگو دیگه. خریت کردم. میدونی خریت یعنی چی؟ دغمرگم کردی بچه؟ چی کار کردی؟ دختره. خدا مرگم بده، دختره دیگه کیه؟ چی میدونم، یه ننه بابا گشنه که از موقعیت من سوء استفاده کرده، حالام سیریش شده. سیریش شده؟ یعنی چی؟ یعنی بو برده بابا مایه داره، میخواد آویزون شه، ایار مبارک باد میخواد. خدا مرگم بده، حالا چه خاکی تو سرمون کنی؟ چه خاکی؟ نمیدونم، تا گندش بیشتر از این در نیامده و مشکل دیگه برام پیش نیامده بعدم کنیم برم. امیر. الو امیر. الو پدرام. هم بگو. من گفتم خبرش چاق میشه. پس چی؟ خودم خوندم روزنامه رو.
چی ها نگران نباشن؟ بابا خدا میرا نشونت میدم. خیلی بیخیالی بابا. باشه باشه منتظرم. آن سلام. سلام. امروز سه شنبه سا. خب یادت رفته؟ اون چیه میخوری؟ آسپرینه. یکم سرم درد میکنه. زود میایی که؟ نمیدونم. شما شما تو بخور. چرا؟ مگه قرار شام بیرون نداشتیم؟ حوصله شام بیرون ندارم. خداحافظ. نه نه دسته بیر بکن قد حول برد داشته بجان بریم میگه حول برد میدم همون برسه اون بعد دیگه راحت بی فکر و خیال میگیری میخوابی ما نمیری امشب رو فراموش کن دکتر جون. ولی من همه قرارم به هم زدم برای امشب. یه شام سه نفره خانوادگی که دو سال منتظرشن. نمیدونم نشد دیگه. یعنی چی نشد؟ تو که گفتی همه چیز مرتبه. نمیدونم چشه. چند روز حالش اصلا خوب نیست. همش بهانه میگیره. کسله. بی‌حوصله است. هیچ حرفیشو درست نمیزنه. مطمئنی چیزی دیگه ای نیست؟ یعنی چی؟ مینو جان خودت میدونی علائم میتونه؟ نه. امیر اصلا اهل این حرفا نیست. تو مطمئنی؟ نه غیر ممکنه. اون همه چیشو به من میگه. ما با هم خیلی رفیقیم. در حال اگه فکر کردی کمکی از من ساخته است بهم خبر بده. خب خیلی خوب. خداحافظ. خداحافظ. فردا تا ته صبح تو بانک باش. چکاتو میارم اونجا. میدونی اگه پول همراهت نباشه چی میشه؟ بله. گوشی گوشی. الو. نه، ده دقیقه است رسیدم. ناراحت؟ چرا فکر میکنی ناراحتم؟ بابام داره میاد. بعدم هم حرف میزنی. باشه باشه. خداحافظ. یه هدیه کوچولو از طرف یه پدر بد اخلاق به یه دختر نازنازی. سلام. سلام. اخمو.
بفرمایید. فکر کنم اون مارکیه که دوست داری. دیگه دیگه. حالا که دختر خوب بابا بودی و نرفتی خونه همکلاسیت، به جاش یه برنامه بهتر میذاریم. آشپزخونه رو تعطیل میکنیم و میزنیم بیرون. اصلا مرگ بر غذای خونگی. خب حالا انتخاب کن. کافه های درکه یا پیتزا فروش های بالای پارک وی؟ اخماتو با کن. میریم اونجا میشینیم و کلی حرف با هم میزنیم. اینقدر سخت نگیر. اینم یه دوره ای هست و میگذره. خودت میدونی که جز تو نه دلخوشی برام مونده، نه انگیزه برای تحمل. به جا زود باش. تا من یه دوش سری میگیرم تو هم زود حاضر شو. فس فس کنی شب گشنه میمونی ما. فکر میکنی کثیفه یقه این تو تاریکی شب دیده میشه؟ تو شما دوشتون رو بگیریم براتون تمیزش میکنم. به شوری خوش نمیشه؟ شما قرار شد دوشتون رو بگیرید. بابا افتاده زندون که افتاده، مگه من عذاب نشم؟ بی جا کرده چک کشیده. خب چک کشیده بچی نظرم یکم مثل اون بره اون برای آب بریشم بخنده. چی میگی؟ همچی از عذاب وجدان بابا نه حرف میزنی؟ انگار که نه من میخوام بگینم اونی که بانه بردمو میخوره اون نباید عذاب وجدان داشته باشه. ها اینو بگو. الو الو مردی که قتل کنه نفهم. امشب تمومه دیگه اوسا انشالله. وقت اونجا خالی میمونه؟ اون که مشرف نداره حاج آقا. اگه مشرف نداره پر اونها چیه؟ اون بوجه حاج آقا یک کیلومتر فاصله شه تا اینجا. باز این درخت ها خودش حفاظه. این دوربین های جدید ندیدی؟ اینقدر ولی 600 برابر 1000 برابر میکنه. تا فیاخال دون آدم هم عکس میگیرن بعد میفرسن روی اینترنت. نه آقا جون اونجا رو بزن به بوجود پیاده براحت شون. نمیای بالا کارت دارم. چش سر چراغی به فرموده شما اومدیم خانم. یه چای تازه دم هم واسه اوستا بفرستم دیوار. شما که خونه این پس چرا تلفن جواب نمیدین؟ برو برو بگو بابات بیاد. خونه نیست. جدی میگی؟ امشب دیر میاد. هاشا به غیرتش تو رو کرده سفر بلا؟ مؤدب حرف بزن آقا. گفتم که نیست. باش با ادب صحبت میکنم. بهش بگو صبح اول صبح تو بانکم. این دفعه اگه نیاد راستی راستی قاطی میکنم. نگی نگفتی؟ خدا حافظ شما. کردن به هر کی نبدترشون خندیدن که فکر کردن میتونن دختر هرزشون رو به ما بندازن. تا
تو رو خدا یواشتر، دختران میشنون چشم و گوششون با میشه ها. اونا مگه دست پا خطا کنن سرشون در باغچه است. تو رو خدا زبونی تو گاز بگی، دختر تربیت کردم عین دسته گل. تازه پدرام هم خیلی بچه پاکیه، همین رفیقای بعد زیر پاش نشستن. حساب اون تنلش هم میرسن. پس از همون قدیم هم گفتن پسر کو ندارد نشان از پدر. شما خود جوان بودی کم آتیش نسوزندی کریم آقا. یعنی چی؟ یادت رفته جلو مدرسه همون با اون رفیقا؟ بگیرین بخوا استغفر الله. با هم یه حرفا پسر رو نونور کردی دیگه. یه دونه پسر دیگه کریم آقا چی کارش کنم؟ اما قول میدم بره اون طرف همه چی درست بشه، میره پلو دایش کار میکنه، اصلا شاید هم رفت دانشگاه. دانشگاه؟ آره از همین الان دکترا رو شاخشه. کجا؟ میرم بخوابم. گفتم یه شاید شام میرم بخورم. شما چرا منتظر من شدی؟ برام مهم نیست شام خوردی یا نه. بیا بشین باهات کار دارم. چند روزه یه حرفی رو قراره به من بگی که نگفتی. بگو، حالا من اومدم. مامان جان شما اون وقت جب گیر دادی یا گیج خوابم. بشین، بهت میگم بگو حالا. چیو بگم؟ اصلا گفتن چه فایده ای داره؟ یه حرف تکرار کردم تا تهش رو حفظیم. من میگم سال دیگه با لیسانس گفتار درمانی دانشگاه آزاد پشکلم بارم نمیکنن، باید ول بچرخم. شما هم میگی تمام سرمایه زندگیتون همین آپارتمان رو نمیتونی خرج سفر من کنی، بعدش هم میرسیم سر فداکاری. این حرفای تکراری چیه میزنی؟ اون چیزی که تو رو به هم ریخته این حرفای تکراری نیست، ایناست. غیر از اینه هیچ کس از من به تو نزدیکتر نیست امیر جان. بگو چی شده؟ اون تو خدا دست از سرم برد، بذار به درد خودم بمیرم. شما چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ شما با این بچه نسبتی داری؟ نه چطور مگه؟ آخه مرتب میای این بخش بهش سر میزنید. مادرش زیر دست من تلف شد، خیلی سعی کردم نجاتش بدم ولی نشد. خدا بچه ها تو چرا بگیرت کنه دکتر؟ اینجا به ما گفتن یه ماه دیگه به ما وقت میرسه. باشه مانده، درست میشه. اون بچه دفت کرده. درست میشه مانده، باشه میشه. اول پس از وقتی بابا نداشته تصادف بردن خودش هم اینجور شده، مثل مرغ گرچ کشتاش دیگه بالا فقط. باشه باشه مانده، درست میشه ایشان. حیفت نمیاد آقای مهندس. خیلی سعی کردم ولی وقت کار دوست و خون میرسه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. هرچی خیره انشالله. اولین پولی که به دستم برسه از خجالت شما و بچه ها در میام. کی حرف پول زد آقای مهندس؟ جونت سلامت. خب مهندس من کارم تموم شد، فقط تا وقت اداری تمام نشده سریع بریم اداره صنایع برای گرفتن موافقت وصولی و بقیه مدارک. تا ماشینتو روشن کنی اومدم. چایی گذاشتم. فرصت نیست. ممنون.
شادی جون هستی؟ ای خونه گوشی رو بردار بابا. نیستی؟ رسیدی خونه زنگ بزن به دایی نادر برو پیشش. من امشب ممکنه کارم طول بکشه، خودم آخر شب بیام دنبالت. مواظب خودت باش. الو 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 بهنام. آره نه میرم خونه. باش بیداری بهت زنگ میزنم. خداحافظ. تو فکری؟ فکرش نکن، بیخیالش شو. بیا بگیر بخور آرومت میکنه. درست میشه همه چی. چجوری؟ ها؟ وقتی آتا دیم زندون ده گوه زدی به زندگی. چه خبرته؟ آروم بشین. آروم آروم. اینجوری که تو ترمز باریدی دیگه لازم نیست مادرت لومون بده. دیگه نمیخوام آویزون مادرت باشی. پاسپورت داری؟ خوبه. الو. بله. یه دقیقه گوشی. پاسپورتو برام بیار. من با بابام کارتو درست میکنم. فقط هوای مادرتو داشته باش، کار دستمون نده. فعلا. دارم میام. مادرته یا خواهرته؟ بله. جوابش مثبته. مبارکه. سلام نکردی؟ تو شب بخیر. نمیگی؟ منم باهات قهرم. آبارگل مجید خان بفرمه تو چرا دم در بستدی؟ هزار ماشالله چی ساختین؟ همه وسایل خونه هم که نو کردین کریم آقا. بفرمه بشین، خیلی خوش اومدین. ایشالله همیشه به شادی و خوبی. ای بابا کدوم شادی؟ مگه این بچه ها میذارم واسه آدم خوشی بمونه؟ طرف
بچه های این دور زمونن دیگه. گوسفندا ردیف هم؟ 10 تا چیچک پروار گرفتم که واسه 4 تا محله بست. فردا صبح اول وقتم تو حیاتتون بستم. خب بریم سر اصل مطلب. چیکار کردی واسه این 16؟ خیالت تخت کردیم آقا. بس که خوش شانسنی آقا پدرام میتونن 3 روز دیگه تشریف ببرن جلوی در جنوبی سفارت. بی حرف پیش قبل از دکه بعد از ظهر مهر شینگن رو پاسشه. 5 ماه؟ چرا انقدر طولانی؟ مگه وکیله نگفته بود؟ آخه خیلی دلم تنگ شده برات ماما. نه باشه سعی میکنم. خداحافظ. انشالله دستت خیر آقا مهدی. انشالله. الو سلام امیر آقا. بله تو حیاته. احتمالا تلفنش همراهش نیست. بله چند لحظه گوشی خدمتتون باشه. الو ببخشید امیر آقا. منم یه عرضی خدمتتون داشتم. ببخشید حواست باشه زنگ تک تک خونه ها رو بزنی یه وقت کسی از قلم نیفته. خیلی ممنون. اگه به خاطر اون دختر بیچاره نبود هیچ وقت مزاحم شما نمی‌شدم. خودتون که میدونین خیلی جاها این کارو میکنن اما تو شرایط وحشتناک و غیر بهداشتی. حالا چطور بگم؟ مادر من درست دکتر زنانه اما تو این زمینه ها یعنی شک دارم که اصلا راضی به این کارهای غیرقانونی بشه. یعنی شما میگین یه دختر 18 ساله به خاطر یه اشتباه باید زندگی آیندهش به باد بره؟ میفهمم اما کمک از دست من معذرت میخوام. با حرفم اذیتتون میکنم؟ راجع به من فکر بد که نمی کنی؟ نه بابا اختیار داریم. میشه از این ملاقات و این حرفا چیزی به پدرام نگین؟ میدونین که گرفتار سینجین اونو مامان میشم به خاطر معاشرت با یه همچین دوستایی. یعنی چی؟ ما قرار بودیم من خوشی آبیدو رو کردم بین موزه دستم دیگه پشت دستم دار کنم کار کسی کاری نکنم. تو چرا پس از این برنامه رو دیدید کنه دور ما رو خط بکش مردی که زالو اسمش بدل نیست بنویسه اون وقت توقع داره بعد از 18 سال درس خوندن بیام جلوش خم بشم. آروم باش مهندس آروم باش. بگی بشین بگی بشین مهندس. به اینجوری هم که تو میگی نیست. مگه حرف نزده بودیم؟ مگه تموم نکرده بودیم؟ پس چرا الان سر قیمت ماشین ده به در آوردن؟ چون میبینه افتادم گوشه رینگ و طلبکارا دارن لتو بارم میکنن؟ ها؟ بیا یه ذره آب بخور آروم شی. بخور همینه دیگه. اونم که این کاره نیست. از این دست نقد میگیره به اون دست نسیه میده که یه چیزی این وسط گیرش بیاد. خودت میدونی این معامله چه جوش بخوره چه جوش نخوره چیزی به حال من نداره. فقط من دلم میسوزه از اینکه این موقعیت از دست بره و بیفتی تو عجل. پاشو پاشو یه نفس بکش تا طرف پشیمون نشده سری برو خونه مفاس حساب دارایی رو بردار بیار قال قضیه رو بکن. بله پدرام کجایی با؟ یه لحظه گوشی برو بیم بابا. ها؟
ده بار پیغام گذاشتم، کجا بودی؟ گرفتار. دنبال کارا. خوب کردی زنگ زدی خونه. از اونجا اصلا درسته نمیتونم با تو حرف بزنم. آره. نه همه چی سیکرت بین من و بابا. داره ردیف میشه. با مامانه دیگه حرفت نشد؟ جدی؟ یعنی سه روزه باش حرف نمیزنی؟ بابا دمت گرم اشتی. همینجوری دوری دوستی خوبه. پاد که برسه اون برگه تیلیف میزنی حالشو میپرسی. آره من دیگه باید برم. باشه زنگ بزن. خداحافظ. چننه این مشنگ گذاشتش سر کار؟ سر کار خدایی هست. من هم دوشنه میپرم و لندن، کانادا، احتمال یو اس ها. تو نمیای؟ بیورزه آدم ساندویچشو که نمیبره رستوران. ساندویچ چیه؟ تو شاتو بریانه منی عزیزم. ببین من گوشتم نپزه، تو گلوت گیر میکنه. ببینم اگه دیگه هیچ وقت من تو زندگی نبینی چی؟ یه خره دیگه پیدا میکنم مثل تو. خاک تو سرت کنم. بذار احساسات خرج کن. باز که زیاده روی کردی؟ بی خودی گندش میکنی دیگه. هنوز که چیزی نشده. بالاخره یه جای مطمئن پیدا میکنیم و خلاص. ای بابا چیه؟ چرا انقدر ناراحتی؟ خونه آخرش میام خواستگاری دیگه. مگه من چمه؟ فوق لیسانس فیزیک پلی‌تکنیک. الان هم که تعمیرکار لوازم صوتی پیش پسرم گرامی. البته همیشه که اینطوری نمیمونه. یعنی امیدوارم که نمونه. الو سلام خانم، من حمید اسدی هستم. میخواستم با مدیر مؤسسه. بله سلام. بله بله پدر شادی هستم. خانم خواستم عرض کنم که من همین الان نامه شما را که در مورد غیبت های شادی فرستادین دیدم. چطور؟ سومین بار؟ نه خانم من فقط همین یک نامه را نه پیغامم از شما رو پیغامگیر تلفن نبود. نمیدونم خانم، شاید پیغامگیر اشکالی داشته. افته تحصیلی؟ چطور؟ یعنی شادی الان هم اونجا نیست؟ والا چی بگم؟ منظورتون چیه؟ نه خیر خانم، من میخوام دقیقا بدونم منظور شما از این که میگید وضع ظاهری شادی چیه؟ دکتر معاینه برای چی؟ بله فکر میکنم که از من درست بزرگ شما رو بگیرد.
میشه اول وقت فردا. حتما. خداحافظ. این چیه؟ بهت میگم این کثافت ها چیه؟ اتاقمو که اینجوری کرده. باید ازت اجازه بگرفتم؟ ها؟ فکر کردی تا کی میتونی نامه های مدرسه رو دور بندازی و پیغامگیر رو پاک کنی؟ با تو هم؟ جواب بده! من دیگه نمیخوام اینجا بمونم. آره حتماً، حتماً اونجا پیش مادرت میتونی راحت تر کثافت کاری کنی. اون حرف منو میفهمید، منو دوست داشت. آره برای همینم گذاشت و رفت. منم بالاخره میرم، هر جور شده، چه بخوای چه نخوای. چه تو همینجا میمونی تا من باید بریم دکتر ببینم چه بلایی سر خودت آوردی. اوه بگیرن این زندگی رو. صدا نمیاد. درست متوجه نشدم. یکم بلندتر. الو؟ چی؟ بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟ چطوره خانم دکتر؟ شما چه کارشی؟ پدرشم. ما تونستیم خودشو نجات بدیم، البته فعلا بیهوشه. خودشو؟ بله متاسفانه جریان از بین. جریان اصلا نگران نباشی، انشالله میتونی با معالجات بعدی دوباره بچه دار بشی. ببخشید من باید.
کجا بودی تا حالا؟ سلام. گذرنامه تو کجا بردی؟ دارم با تو حرف میزنم. همسایه خوابه. به درک! این بازی رو تمومش کن، خیلی طولانی شده. اما امشب نه. اصلا گذرنامه تو کجا بردی؟ بدون اجازه من داری چیکار میکنی؟ ها؟ گفتم امشب حوصله احترام خودتو نگهدار، نمیخوام که بزن. چه چی؟ منو بزنی؟ کاری که داری باهم میکنی از این بدتره. داری از چی فرار میکنی؟ مگه تو رو مفت بزرگ کردم که مفت از دستت بدم؟ از کی فرار میکنی؟ از تو! مگه تو همینو نمیخوای؟ مگه تو نمیخوای به داریشونه درسی؟ مگه نمیخوای؟ دلام از سفر! سلام. سلام. چی شده؟ میتونم بیام تو؟ آره چرا نه؟ بیا تو. بفرمایید تو امیر آقا. نه نه مزاحمتون نمیشن، فقط میخواستم ببینم که سلام. سلام پدرام نیست؟ نه نه بیاین تو. نه مرسی مزاحمتون نمیشم، چند بار پیغام گذاشتم روی موبایلش، منزلتونم تماس گرفتم کسی گوشی جواب نداد، به خاطر همینه که این موقع شب مزاحمتون شدم. غیر از شما کسی خونه نیست؟ نه پدرم رفته خدافظی دوستاش، با مامانم دنبال کاراشن برای امشب که میخواد بره. امشب؟ آره 5:30 صبح پرواز داره، مگه شما نمیدونستین؟ ها چرا چرا، خب با اجازهتون. میدونی که نمیخواستم ناراحتت کنم داریوش. میدونم. نه دیگه باید برم. خیلی ممنون که به حرفام گوش کردی. هیچی نمیخوای بگی؟ واقعا میری؟ میدونی خانم دکتر تو این 2 سال هزار بار با خودم فکر کردم وقتی برای اولین بار میای خونم چی بهت بگم، چجوری ازت پذیرایی کنم، چجوری حسامو بهت بگم. به تنها چیزی که هیچ وقت فکر نکرده بودم این بود که وقتی برای اولین بار میای اینجا میای که همه چی رو تموم کنی. چی باید بگم؟ چی میتونم بگم؟ کاش میتونستم. میفهمم، بهت هم حق میدم، اگرچه نمیدونم با آیندم، با شفتگیام، با روزای شبای مردن چجوری باید کنار بیام. امیدوارم یکی پیدا شه دلتو به لرزونه. من داره 60 سالم میشه، دلم پیرتر از اونیه که بخواد دوباره برای کسی بلرزه. یه چیزی رو میخوام خوب بدونی، من همیشه تو رو برای خودت خواستم نه برای خودم، بنابراین هر جایی که باشی احساس کنم که خوشبختی خیالم راحت میشه. چه کلمه غریبی.
رو من حساب کنی. خدا. تو چرا نگفتی بودی امشب مسافری؟ فکر کردی در میری همه چی میندازی گردن من؟ چی؟ اونجا زمین چی رو فراهم میکنی؟ یه جا واسه که موبایل داری قطع وصل نشه. الو، از اولش هم دروغ میگفتی. گو قالت گذاشته نه؟ کی؟ رفیق نامردت. آره اونم داره میره. کی؟ دیگه فایده نداره. گفتم کی؟ دو ساعت دیگه. حالا نمیخواد بچه رو هوایی کنی، همین که خودت داری از پیش اون میری بسته. قربونت برم مامان چون، یه بوس بده. همین که از شرش خلاصی خودش نعمت بزرگیه. بدون حکم نمیتونیم کسی رو بازداشت کنیم. ولی اون باعث مرگ دو تا دختر جوان شده. به اتهامی که میزنی فکر کن پسرم. چه اتهامی؟ باب خدا منم همراهش بودم جناب سروان. دروغ میگه پسر جوانلا. اصلا جناب سروان من از این مادر پسر شکایت دارم. درست صحبت کنید آقا. این چه طرز حرف زدنه؟ پدرتون رو در میارم. ادعای شرف میکنم. آبرو منو میبرین ها. گفتم که من اصلا با شما حرفی ندارم. بشین آقا بشین. هر قانونی استثنایی هم داره. حالا اگر حکم ندارن معنیش این نیست که دارن دروغ میگن. چشکر. میدونید که اگر ما بخوایم میتونیم از پای پروازم برش گردونیم. باید از مرکز استعلام کنم. منتظر جواب باشین. مرکز بگوشم. بگوش باشین لطفا. شما لطفا اینجا رو امضا بکنید. یه شماره تماس هم بنویسید. بعدش میتونید تشریف ببرید. این آقا پسرم باید تعهد بدن که فعلا از حوزه شهری خارج نشن. ببخشید جناب سروان. یه عرض مختصر خدمتتون داشتم. بفرمایید آقا. بفرمایید بشین سر جاتون. کی به شما اجازه داد بلند شید؟ چش. تا جواب استعلام بیاد فعلا در خدمت شما هستیم. چش. بفرمایید.
خالی اسدی؟ تخت 24 اتاق میگم اون شامی که قرار بود به ما بدی هنوز سر جاشه یا نه؟ اگه تو بخوای آره. اوکی همین سه شنبه. کاکل به سرتون شلو آقا میشه برای شما خوشگیر میشه دست شما درد نکن برخش بای سلام.